به نام خداوند بخشاینده و نهایت باره. سلام و سلامتی نثارتان دوستان عزیز. شرایط قبولی دعا چیست؟ شاید بسیاری از ما با خود فکر کنیم که چی فایده دارد؟ ما دعا کردیم ولی اجابت نمی شود. باید اولا این را بدانیم که دعا عبادت است و فقط همین کافی است تا ما با اهمیت و هیجان خاص آن را انجام دهیم. مگر ما وقتی که نماز می خوانیم انتظار داریم که کسی به ما چیزی بدهد؟ خیر، بلکه نماز می خوانیم تا خداوند متعال از ما راضی شود و بر ما خشم نگیرد و بهشت برویم. ترازوی حسنات من سنگین شود و از آتش جهنم دور بمانیم. دعا کردن هم همین گونه است. و شرط اول قبولی دعا ای است که ما اخلاص داشته باشیم. داشتن اخلاص است. یعنی نیت و قصدت از انجام هر عبادت فقط کسب رضایت الله جل جلاله باشد. دو، حضور قلب در وقت دعا کردن است. ما دعا می کنیم ولی ذهنمان جای دیگری است. برخی از مردم طور دعا می کنند که خودشان نمی دانند چی گفتند و چطوری آن را شروع کرده و به پایان رساندند. اصلا به کلماتی که بر زبان جاری می شود دقت نمی کنند. حضور قلب ندارن. حضور خدا را حس نمی کنن. این چنین دعایی فقط وقت تلف کردن است. باید وقتی که دعا می کنیم ذهن و قلب ما متوجه خداوند متعال باشن. هر دعا و خواسته ای را که به حضور خداوند پیشکش میکنیم باید بدانیم که چی به زبان میاریم و چی میگیم و چی احساس یقین داریم. 3. داشتن اطمینان نسبت به خداوند متعال و ای که او همکنون صحبتهای ما را میشنود و یقین داشته باشی که او دعایت را اجابت میکند. دوستان عزیز، این شرایط قبولی دعاست که ما باید با حضور قلب، با اخلاص داشتن و یک اطمینان داشته باشیم که خداوند صدای ما را میشنوه و دعای ما را اجابت میکنه. از دوستان عزیز، شما را به خداوند میسپارم. الله نگهدار.